ادبیات فارسی دری درباره مهد پیدایش زبان فارسی دری نظریه ها و دیدگاه های مختلف ارائه شده. شماری از زبانشناسان درباره خاستگاه زبان دری به این باورند که پارسی دری صورت تحول یافته پهلوی ساسانی، یعنی زبان مردم فارس است که با هجوم لشکر عرب به خراسان و نواحی آن پخش شده است. گروهی از زبانشناسان و تاریخ نگاران بر عقیده دیگری اند، این که دری ادامه پهلوی اشکانی است و اشکانیان خود اهل خراسان بودند و پارسی دری شکل تحول یافته این زبان است. با عقیده عده‌ای از دانشمندان زبان فارسی، شکل عربی شده پارسی از شاخه زبانهای هند و اروپایی است که در دوره ساسانیان با موازات زبان پهلوی در خراسان و نواحیان وجود داشته و در ترکیب آن گویش‌های زبان‌های خاوری ایران تأثیر برازنده‌ای داشته است. افغانستان و هم ماورای نهر، سمرقند، بخارا و تاجیکستان از زمره سرزمین‌های دومی فارسی بوده و بنابراین به دو مهد پرورش و رشد و انکشاف این زبان بدل شده و کم و بیش با مهد اولی آن در پارس پیوندهای ادبی فرهنگی مشترکی داشته است. به باور نگارنده، این که زبان پارسی دری از گروه زبانهای ایران باختری، فارس یا ایران کنونی بوده و بعدا در خاور ایران یعنی خراسان یا افغانستان کنونی پخش شده، یعنی ادامه پهلوی ساسانی است، با منابع و مؤخذهای باستانی و تحقیقات معاصر در تناقض است. خراسان و نواحیان نه تنها مهد پرورش زبان پارسی دری بل مهد پیدایش آنیز است که در این مطلب به بررسی آن می‌پردازیم. زبان دری بیش از 2000 سال ریشه و پیشینه دارد. خاستگاه و تجلیگاه اصلی آن سرزمین‌های خراسان کهن یعنی افغانستان کنونی و فرارود است. زبان پارسی دری زبان مردم خراسان و نواحیان پیش از اسلام بوده، در حالی که زبان مردم اصفهان و فارس پهلوی بود. آفرینش نخستین آثار به زبان پارسی دری در کرانه های افقی چون بلخ، بادغیس، هرات، سیستان، سمرقند و بخارا پرتوافشانی داشته و نخستین سخنسرایان زبان دری از همین منطقه برخواستند. وقتی که زبان دری در قرن نهم و دهم میلادی در خراسان و ماورای نهر زبان همگیر بود و با آن شعر و نثر می نوشتند، در غرب خراسان یعنی ایران امروز یک پارچه نظم و نثر دری وجود نداشت. زبان دری در قرن دهم میلادی بعداً به طرف غرب خراسان انتشار و گسترش یافته و در مناطق چون فارس و عراق عجم به تدریج رواج پیدا کرد. تاکنون کوچکترین اثری از زبان و ادب دری در غرب خراسان یعنی ایران امروز به دست نیامده است که قدامت آن به قبل از سده هفته میلادی برسد. حتی تا قرن دهم میلادی کسی در تبره زبان دری را نمی دانست. از این رو منشأ زبان دری را پهلوی ساسانی دانستن اشتباه است. هیچ سند تاریخی و زبانی در دست نیست که رواج پارسی باستان دوره هخامنشی را در فرارود و خراسان کهن ثابت کند. اگر پارسی باستان در اینجا رایج می بود، حتما سند یا کتیبه به این زبان نیست تا اکنون به دست می آمد. منشأ زبان دری پهلوی ساسانی نیست. این زبان در نواحی خاوری ایران در کناره های دریای آمو، در شهرهای بخارا و بلخ، سمرقند و بغلان از زبانهای باختری اغلب از دیگر زبانهای تخاری منشأ گرفته و ریشه های آن به زبانهای اوستایی می رسد. زبان دری از نگاه زبانشناسی به خانواده بزرگ زبانهای هند و اروپایی تعلق دارد. مراد از زبان پارسی دری است و از زبان دری پارسی یا پارسی دری است که زبان مردم خراسان و فرارود بوده است و نه اینکه بر پایه تسمیه ظاهری از نام فارس گرفته شده باشد. تاریخ هزار ساله زبان فارسی دری بعد از فروپوشی دولت سامانیان بیانگر این حقیقت است که در امر رشد و تقویت شگوفایی و گسترشیان نویسندگان، شعرا، فرهنگیان و غیره که زبان مادریشان فارسی دری نبود نقش با اهمیت و درخور توجه داشتند. زبان ادبیات پارسی دری ثمره تلاش جمعی و هماهنگی همه اقوام و تبارهای گوناگون حوزه تمدنی افغانستان است و این عرصه در واپسین تحلیل به همه تعلق دارد. زبان دری زبان فراقومی به عنوان زبان همگانی
مشترک و معاشرتی بین ملیت‌ها و تبارهای حوزه تمدنی ما به یکی از عوامل مهم وفاق همگانی و همدلی بدل شده است. زبان فارسی به عنوان زبان مشترک ادبی و اداری، معاشرتی و بازرگانی و به ویژه فراقومی در امور پیوند دادن اقوام و جغرافیای پراگنده در حوزه تمدنی افغانستان پیوسته نقش تاریخی پر اهمیت و حساس داشته است. از همین جاست که هر قومی که قدرت سیاسی را در منطقه به دست گرفته نتوانسته زبان قومی خود را به حیث زبان مشترک تثبیت کند. زبان پارسی دری از میان همه این پیچخمها، تهاجمات ضد زبانی و اینکه موجها و طوفانهای سهمگین گذشته و با داشتن توانایی و ظرفیت و سرزندگی خود را به عنوان زبان همگانی نگه داشته و آثار خلاق و مانگار به این زبان چاپ شده است. از همین جاست که مردمان ما در آینه قلمرو زبان دری خود را در گذرگاه تاریخ می‌بینند. از این رو تاریخ ادبیات و زبان فارسی دری را می توان تاریخ ادبیات ملیت‌های مختلف قومی، سمتی، زبانی و غیره مسائل تعصبی افغانستان دانست. از منظر ارزش‌های انسانی بین زبان‌ها تفاوت نیست. اگر تفاوت است به مسائل فنی و استعدادهای ذاتی و توانایی‌های فطری هر زبان مربوط می‌شود. فرا گرفتن دانش زبان دری را از پی نیاز در چشمانداز زبان‌های علمی، هنری و مشترک که به نیازهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی پاسخ دهد و در دنیای رایانه، ماورا و انفجار اطلاعات توانایی انتقال علوم معاصر را داشته باشیم مهم است. باید داشته باشیم که پسماندگی زبانی در واپسین تحلیل عقب ماندگی فرهنگی و محدودیت‌های زبانی ما، محدودیت‌های دانشی ما را در پی دارد. زبان به عنوان ظرف خلاقیت و جوهر اندیشه آدمی و وسیله تفکر آفرینش نقش مهمی را در تحولات زندگی اجتماعی بازی می کند. در هر صورت شهروندان میهن ما از یک سو به منظور برپایی دولت ملت و سوی دیگر برای پیشبرد موفقانه روند نظامسازی و سازماندهی جامعه مدرن به گزینش یک زبان سراسری و مشترک هم انتقال علوم و تکنولوژی جدید و هم رابطه و تفاهم همه شهروندان را تأمین کند نیاز دارند. با باور نگارنده زبان دری فارسی در کشور چند قومی افغانستان و حوزه تمدنی در حال گسترش ما هم استعداد پاسخ به نیازهای علمی و اجتماعی را دارد و هم توانایی ایجاد و تفاهم بین همه ملیت‌ها، قوم‌ها و تبارهای کشور را. در این میان فراموش نکنیم که زبان پارسی دری در منطقه زبانی بوده که متعلق به یک گروه نبوده و این زبان از یک قوم خاص نیست، بلکه این زبان به همه شهروندان کشور تعلق دارد. فارسی دری از بد و تولد به گونه خودجوش و بدون تحمیل و زور به زبان مشترک اهالی این سرزمین بدل شده و همه اقوام در توسعه و تکاملیان سهیم هستند. زبان دری برای این که در دنیای متحول ما با تحولات همراه شود باید از همه امکانات و داده‌های جغرافیایی، فرهنگی، قلمرو و زبان بدون تعصب استفاده کند. با باور بسیاری از صاحب نظران برای استفاده از جمیع امکانات فرهنگی کشور در جهت تحول، نوسازی و رشد سریع زبان و همچنین یکسانسازی واژه‌ها، گسترش زبان معیاری و قابل پذیرش برای همه فارسی زبانان از جمله در ایران، افغانستان و تاجیکستان به گفتمان و تلاش جدی، کارهای جمعی، پژوهش‌ها و جشنواره‌های مشترک و ایجاد فرهنگستان غیر سیاسی و مستقل، غیر ایدئولوژی و مشترک زبان و ادب فارسی نیاز است. در این میانه نقش رسانه‌های گروهی، فیلم، ترانه، موزیک، برگزاری جشنواره‌های فرهنگی، کنسرت‌ها، شب شعر و داستان، کنفرانس‌ها و سمینارهای مشترک، انتشار شعر، داستان و طنز نیاز است. نویسندگان ایران، افغانستان و تاجیکستان در انتشار آثار همدیگر، در نزدیکی و همدلی، درک و تفاهم متقابل، همه پارسیگویان و اتحاد و همباوری در بین دانشمندان و ادیبان فارسی دری و تاجیکی این سه جغرافیه یعنی ایران، افغانستان و تاجیکستان وجود دارد که هیچ فرد، گروه و قومی از آن سرپوشی کرده نمیتواند و مانند آفتاب روشن و نمایان است. همین حالا زبان دری ساحت وسیع را میپوشاند. بیش از 100 میلیون انسان با آن سخن میگویند. نزدیک به 3 میلیون فارسی زبان در بیرون از منطقه زندگی می کنند.
در اوضاع و احوال کنونی زبان فارسی در زمینه انتقال علوم در حوزه تمدنی ما نقش با اهمیت را ایفا می کند. ده ها هزار عنوان کتاب و ترجمه، هزارها نشریه و سایت ها در شبکه جهانی رایانه یعنی انترنت، ده ها کانال تلویزیونی و امواج رادیویی، صدها حلقه فیلم و غیره در سراسر جهان به این زبان نشر و پخش می شود. حضور کرسی های زبان و ادب فارسی در اکثر دانشگاه های دنیا نه تنها جایگاه بلندی آن را نشان می دهد، بلکه چشماندازی از داد و ستد فرهنگی را بین زبان ها و فرهنگ فارسی و جهان نوید می دهد. در دهه های اخیر با گسترش کمپیوتر، اینترنت و نرم افزارهای فراخور زبان فارسی، قلمرو زبان فارسی و کارهای پژوهشی در این عرصه توسعه بیشتری یافته است و داد و ستدهای زبانی و فرهنگی تولید کنندگان زبان و آفرینش‌های فرهنگی و هنری بیرون از مجموعه دستگاه رسمی سیاست قرار گرفته است. باید از این همه امکانات قلمرو زبانی استفاده کرد. زبان فارسی زبان خوش‌آوا و خوش‌آهنگ است و واژه‌سازی در آن ساده است. در زبان فارسی از لحاظ دستوری دستگاه صرفی پیچیده گذشته از میان رفته و جز زبانها شده است که تفاوت میان نر و ماده نمی گذارد. در فرجام با باور این اصل که همه زبانها با هم برابرند و از دیدگاه ارزش‌های انسانی هیچ زبان بر زبان برتری ندارد و بدون تردید زبان برای هر انسان عزیز و گرانبهاست. امید بر این است که در آینه روزگار سرنوشت زبانهای ما و مردم ما که به آن سخن میگویند بهتر از امروز باشد. نویسنده این مطلب شکرالله عبدالله.